شما باور بکنید که نون به گدایان پیدا کرده نمیتونم. پس همین دختر خود من میدم. بی یک لک روپی همین یا بیشتر یا یک لک روپی بیا کسی که پولدار باشه، پول داشته باشه بیای همین هم یا صبح یا صبح یا سبور میدم. سلام دوست عزیزم، امیدوار هستم هر نقطه دنیا که هستین خوب و سلامت باشین و از گزند روزگار در امان. باز هم مسلیم رسولی با همکار عزیزم فیاض نجمی امروز آمدیم که با یک حادثه خیلی دلخراش مردم را آشنایی پیدا کنن با این حادثه و این موضوعی که اتفاق افتاده. بیشتر نجمی صاحب براتون معلومات میده که در حکومت قبلی کارمندای حکومت قبلی که بودن امروز بر سرشون واقعا چی آمده و چی گونه زندگی میکنن. از میسای عزیز سلام برسن. سلام بر شما و سلام بدم اون دوستای عزیزی که میکنون ما رو بینده هستن. امیدوارم هر کجا به هر گوشه که هستن خوب و صحتمند سر حال باشن. رسول سوی بزرگوار آنچه ویدا هست، آنچه که آشکار هست، ما شما همه روزه در بین مردم هستیم، در شما هستیم. متاسفانه مشکلات هموطنان ما هر روز بیشتر و بیشتر شده میره. ماجرای امروز، درد امروز و مشکلاتی که امروز هموطنان ما داره واقعیت شنیدنش سخت است و باور کردنش هم سخت است، بخاطر از اینکه معلومه که سالهای سال خدمت میکرد بر هموطنان ما و میخواست که اولاد وطن به مقصد و به منزلش برسانه و دستش را بگیره. اما متاسفانه امروز دو فرزند نازنین خود بر فروش گذاشته. و رسول سوی بزرگوار چقدر سخت است و چقدر غم انگیز است که پدر حشک میریزه و فرزند خود برای فروش میگذاره. ماجرای قصه واقعا خیلی دردناک است. دوستان عزیز شما در تصویر میبینین یا دیدین که این مرد کسی که در وزارت معارف حکومت قبلی کار میکرد و از همه مهمتر یک معلم بود، معلومه که جامعه را میسازه. عموما زن یا مرد زمانی که تحصیل میکنن، اگر رئیس جمهور داریم، اگر دکتر داریم، اگر انجینیر داریم، همش از برکت یک معلم است. ولی امروز یک معلم کهنسال که سن 60 سال رو به ختم شدن است و 80 سال عمر داره، دو فرزند نازنین خود را که سالا سرشان زحمت کشیده، حداقل کمتر اگر بگیم 15 سال سر اینا از زمان تولدشان زحمت کشیده، اینا را به سختی و مشکلات روزگاری که در افغانستان از بزرگ کرده، ولی امروز میای به این راحتی که میگن من یک قرص نان خشک را تا به خوردن ندارم حاضر هستم. ببینید در تصویر میگه که این همه اولادای ما است، هر کدامش شما ضرورت دارین حاضر هستم براتون بفروشم، کافیه به ما پول بدین که من نان بخورم و حداقل فرزندای دیگه ما بتونم یک فرزند در صدقه سر دیگه فرزندا بکنم و اونا زنده باشن. خیلی دردآور است. دقیقاً ما رسول سید بزرگوار خواستیم که یک کمپاین برای و یک کمک برای یه هم وطن ما برسانیم و ما میخواییم که در روی خط بیاریم. ایشان متاسفانه در قسمت نیاک زندگی میکنم در ولایت غور، درست؟ در او قسمت هستن و در خود مرکز هستن زندگی میکنن. من همراهشون تماس گرفتم و خواستم که در اونا رو همراه شما شریک بسازیم و یک کمپاین جمعوری بکنیم تا که موانع فروش یک فرزند نازنینشون شوین، بخاطر از اینکه امروز مشکلات و جنجالای زندگی که بالایشان آمده شاید وادار ساخته بوده فرزند نازنین یا دلبندشان را برای فروش بدهند. شک نکنید. ما امیدوار هستیم که تا پای برنامه بشینن و ما را همراهی بکنن تا درد و مشکلات هموطنان ما را به هم یک جای ببینیم. صحبت میکنم تا که قبل از همه میخوایم به شما گوشزد کنم دوستان عزیز که بیاین باور کنین از کمتر شروع کنین. اگر 100 افغانی دارین یا 50 افغانی یا حداقل 1000 افغانی کسی که توانش میرسه کمک کنین و نیازمندی معلم کسی که جامعه را میرسانه را مد نظر بگیرین. بیاین مانع از این شویم که یک نفر، یک شخص ریش سفید، طفل جوان خود یا طفل نوجوان خود به فروش برسان. من خواستم که در طریق واتساپ یا اینترنت روی خط بیارمشان، متاسفانه گفتن جایی که هستم اینترنت کار نمیتم. یکی از دوستایشان تصویرشان که ما شما دیدیم اونا گرفته بودن و در صفحات اجتماعی به نشر گذاشته بودن. حالا همه تماس میگیرم و سوالایی که ذهن من میگرده و مشکلاتشون هم اینا رو همیشه پرسان میکنم، بازم یادآوری میکنم تا پای برنامه ما رو همراهی بکنیم. بله بله. السلام علیکم. بله
شما سلامت باشین. یک جان تشکر. دوستان امیل از در برنامه هستم و خواستم که خبر شما را داشته باشیم با بطور ممرایتون صحبت بکنیم. بسیار خوب. بله بله قربانتون سلامت. دوستان امیل از صدای شما را میشنن. بین در اول خودم معرفی بکنین و از مشکلتون و از زندگیتون بر دوستان بگوین. بسیار خوب هستم. گفتم ایشون عبدالرحیم هسته ولاد رحمت الله سکونیت ایشون و لسولی تیوره هسته تقریبا یا رو چیزی کم مرا 40 سال میشه که در چخسلان ولایت غور هستم. امید سکونت دارم. معلم بودم، معلم متقاعد بودم در وقت انقلاب بود. در دستی چی بندی شدم مدت 8-9 ساله در پل چرخی تکم تا که مجاهدین پلو شدم. او وقت بازم ما خلاص شدیم آمدم به ایش معلم مقرستم تا سال 90. سال 90 ندیم نبود تقاوت کردم. تا پار ساله در ماش تقاوتی خود 80 دار برم می دادن. گرفتم ولی با تأسف که این سال را ندادن برای ما. بله قربان دانم سال 1400 نگرفتیم دیگه. یاد بچه این بود به نام عبدالبشیر پارسال دریور بود بچاره به خیلی نهام دریور شخصی بود به خیلی نهام او شهید کردن. 6 نفر به همراه خانم یا که 7 نفر میشه از او باز منده اونم به دوش خود منده 4 نفر 5 نفر هم خود منده تقریبا 14 نفر 15 نفر میشه. دیگه کار وزیفه هم ندارم. سند من به 80 رسیده که نشاری 1400 قراره که پدر من یاد داشت کرده بود به سنه 1320 من تبادر تو بودم که یعنی سند من 80 شده. توان کار رو ندارم. گلری هم میخواد چکم هم خود نشد دیگه نمی که بومن من بخواده من بخواده نمیتونم روزگاری ندارم که روزگاری باشه. بله. من میگم هست دیگه چی کنم برام. چی بادار ساخت که فرزند نازنین تونه برای فروش برسونین و یک مطلب یا یک اگر در ذهنتون اومد که شما باید یگانه راه حلی که میتونه شما را از این مشکلات خلاص بکنم همین فرزندایتون است. دیگه این فرزند نوجوان اینا هم خوشتن داشتن. یک 4-5 تا دختر هست که اینها 2-3-4-5 تا اینا دختره که بسندای 3 ساله و 5 ساله و 6 ساله تا 10 ساله یکی از نواسه کمانتر را که اونا در مکتب هست. این سال اونا در مکتب شامل کردم دیگر کار مکتب برم. هر روز در اینا میگن به اینو کلای مکتب دیر کنم. اینو خیلی هست اینا را تو گمزوله میرم که ندارم به اینو کلای مکتب دیر کنم. اینو خیلی هست به شما جور میکنم مکتب شما برمید. یک نواسه دیگه من بسن در سالگی سیو کردم به مکتب هستم که 4 هست. بله روزگاری من فقط به میشه اکلاس برو بریم. روزگاری من به میشه اکلاس نایی بود که ما همه سه شما گوش نموندیم بخانه. سه شما گوش نموندیم یعنی آخر دیگه مجبور شدیم که ما به دو پیره یعنی حال ما حقیقت واضح که خدا شاهد است که به دو پیره من خود ما عزم کردم که خود از این پولی سر دریای هرهنوت خود پردم. باز گفتم که اگر من این دادم خود بازی 14-15 هم سفسده اینا شکار میشه بارنم از باز نه همه کار نکم تا ای که من دختر خود که فروشم داختم. بله یک نفر 80 هم داری بود بر بله برو صدایتو نداریم مهربانی. بله بسیار ببخشید صدایتو نداریم مهربانی. یک نفر 80 هم داری بود برم برو بازو رفت به پشت پیسه که یک کنیم نک برید میارم گفتم خوب هسته. بازی شد که به مادر زیرا سای مطرق بشار جیگر خون شد و بالمغا کرد خود مراخر گفت من تفلی خود نمیرم آخر و مجبور شدم حولی خود به گیران دارم به یک نفری به 80 از آن که حولی من خود دارم پولیس رو جو مفکر درسی نفری روان کردم به به جایی بود که او تلفن نگه جای از اینو نمیگرد. اول دارم که برادر من از این کار منصرف هست و اینه هم پیسه تو خیر به جهان سپاسی هم پیسه تو بس دارم پیسه جهان رو می خوالی من بگیرم هسته و با کرای من هسته که از این ماهه او در دم در نگه افتاد این حولی برای من میگم خیر هسته بر میم پناه با خدا دیگه سیکن چکار نشه. و اینه از طرف دیگه این محسسه نور صفا محسسه نور صفا در حقیقت ام خداوند اینا رو در پناه خود داشته باشه تا که تراسن به ما کمک کنن. همین روزهای پیش تقریبا یک ما بشه یا کمتر 14 هنم مواد خوراکه به ما دارن که تا خواهد فعلا از اونجا ما میخوریم
و شاید یک چهار پنج روز دیگه هم بمانده باشه یا تو باشه که خلاص بعد از دیگه باید ببینیم که چی کار میشه. اونمون مؤسسه رو در اقرب به ما کمک کرد، یک مؤسسه حسیف مبلغ 10,000 باریم ببره، اما هم یک 10,000 رو به اینا داد، همه تفلک ها کوش و کالا و چیزی برای اینا گرفتم. خوب که کجا نقن عرفایتان رو شنیدیم این که اگرم وطن ما یک معلم جامعه میایم و طفلای نازنین خود به فروش میگذاره، ببینین از طرف جامعه کسایی که در جامعه افغانستان زندگی میکنن، کسایی که توان و کمک را دارن، چی کار از دستشان برمیایی از تایی که مانعی ایشه و که شما فرزندتان را به فروش برسانین؟ چی میشه که مردم یک کار را به شما انجام بده تا که دیگر از این تصمیم دست بکشین و فرزندتان را نفروشین؟ دیگه من فقط دیگه خود نشد دیگه هر قلعه که دستانه کنم برای یک محسوسه رفتم، یعنی برای من خبرم و گارد یکی زش گفته که هر لازه به پیشونه مجسم میشه قریب که دل کفرم، ای کاش نمی رفتم، ای کاش می مردم با اون دروازه نمی رفتم. خداوند نکنم دیگه چی بگم، دیگه هر لازه همه گفای زش رو پیش مجسم میشه محسوسه به دنام یا چیز حساسه مطم بله. قربان دون سلامت، در اخیر گفتنیتون رو میشنویم، پیامتون رو میشنویم، دوستایی که شما رو میبینن چی باید بکنن، چی توانایی و چی کمک برای شما میتونن بکنن؟ آخری دیگه فقط همه یک چیز مهمیسته که یعنی مدت چقدر سالها عمر خودم را تباه کردم، عمر خود را به پایان رساندم به خدمت جامعه. بله. حتی شاگردان به سریه گولی بودن، به سریه مدیر و دیگه بودن، حتی شاگردان من سنان به سریه دکتر خوب لایق به شهر فیروزکوه چکسران هستم، یعنی زحمت کشیدم اولاد مردم دست دارم، اولاد مردم به شما درستم و خانه ایمرو زمین که دوست کنم هر برادری که میتونه امدالله برای خدا بنام یک بشر دوست، بنام یک بشر، بنام یک انسان، دست تبخ دست خود به طرف درست کنه، دست ترحم و لطف رحمت خدا تقاضی دارم اینه که باید تو باید زمین گرسنگی از این تفایی من احمد خود بلا بردی و یعنی تفایی از گرسنگی و من بخیر نجات بیاد. یک سوال دیگه که با شما میخوایم از شما پرسان بکنم، میگه از سوی حکومت عبارات اسلامی آیا کس بر خبرگیرهای شما آمد یا خبر دار از این قضیه یا نداره؟ عبارات اسلامی یک نفر از اونو مرمخواست که تو چرا همی کار کردی، من گفتم گوشنه بودم وقتی که 15 نفر از بین بره بره 14 نفر باقی بمونه یک نفر رو بفرستم برای همین کار با نبای مجبوری کردم. امانت اسلامی ولایت برای من نسخه داشت که بنام زدی حوادث رفتم برای من دو بوجی برنج داده، برنج های بنام برنج سیدیدن و برنج لون روغن هم نداده برای من، فقط چه تا کمپانه دیسته نازکی داده، دیگه ندیدم موضوع تا حالا این ندیدم. تشکر، سلامت. ما انشاءالله صدای شما را بر مردم ما میرسونیم، انشاءالله به زور خداوند و انشاءالله به کمک یاری دوستا حتما سراغتان میایم و انشاءالله خبرتان را میگیریم. بخیر، خداوند شما را زشت باشه، ندایم به همه برادران میرسونیم، همه در میگوین که برادران سخت محتاج نیست سامانیم بره خبیلوت فرمایید گاروانید من از این پریشونی ندارم، پریشان هستم، خدای ناخواسته طفل به زمین رخصال از برستگی یا دادخی از بین نرمند تقاضی نمیسه، الله حافظ و ناصر شما، خداوند به همه جهان شما رو سر خراب داشته باشه. اسم این مبارک شما؟ من فیاض نجمی هستم. بله؟ فیاض نجمی. خوب فرمان نسیم. بله بله، سلامت باشین، تشکر. آه. خدا نگهدارتون، خدا حافظتون، خدا حافظتون، سلامت باشین، بخیر باشین، خدا حافظتون. فروش طفل یا اطفال متاسفانه در این اواخر بیشتر شده، خصوصا یک برنامه‌ای که ما چند قبل داشتیم از در خود کابل به نام هینان هم داشت، نسبت مشکلات که اقتصادی داشتن اینا و پولی که تمام مصارف که داشتن نمیتونستن تکمیل بکنن، طفل یک ماه را بر فروش مونده بودن. چند وقت بعدش گذشت که در سمت ایراد مردم مجبور بودن به خاطر لقمه پیدا کردن نان بر خانواده خود گرده های خود بر فروش برسونن، و فاجعه بزرگتر از اینکه امروز ما میبینیم پدر 80 ساله معلمه که خدمتگزار در اجتماع و در جامعه ما بودن، اونا فرزند دلبندای خودم میخواستن بفروشن، فرزندای خود یک جای گذاشته بودن که در یک اتاق که
هر کدامش که هر کس خریدار است من بفروشم، هر کس که هر کدامش خریدار است. این واقعیت یک فاجعه انسانی است و ما سلام عزیز قربان احساس و محبتت ما درک میکنم. تمام بچه‌ها ما شاید این لحظه هش بریزن به خاطر پدری که ریش سفید است و فرزندانش گرسنه مانده. با مناسبت ما خواستیم یک کمپاین جمع‌آوری بکنیم. ما ان شاءالله در این برنامه می‌خوایم که یک کمپاین جمع‌آوری شود تا فرزندان نازنین نو که در گوشه هستن حداقل به گفتی خودشان از گرسنگی هلاک نشن. من چیز به گفتن ندارم نشمی صاحب. مثلا نمیشه ما یک مثال بزرگش اگر این مرد باشه، مرد ریش سفیدی که دختر خدا یا طفل را که سالا پرورش دادن مفروشه، زیاد ببینین حال ما در کابل بیاییم در ولایت ها بریم سراسر این قسم بدبختی است. تابکه به خاطر یک نان خوش، به خاطر یک شکمشان سیر شود طفل خدا به فروش میرسونن. ده هیچ قانون، ده هیچ دین، ده هیچ مذهبی کار نامده که مرد از گشنگی باید اطفال خدا بفروشه. خب ما اینا مردم رو ملامت نمیکنیم. ملامت خب معلوم است به هم مردم مشخص است که کی را باید ملامت کنه. زمانی که کار نباشه، زمانی که یک مرد از طرف دولت برش کمک نشه، زمانی که از طرف مردم احساس نداشته باشند در مقابل یک هم وطن خود نمیسته، طبیعی است که یک قسم وقایع روز هزار دانه رخ میده. ما یک کیشه شاید بتانیم بر روی تصویر بکشیم، دو دانشه، ولی زیادتر از جامعه افغانستان مملو از یک پاس خواهش دارم. من خواهشم از کسایی که در اصل امارت اسلامی هستن و مردم هستن که این قسم فامیلا رو کمک کنه. دقیقاً یک سر بزنن دوباره سراغشون رو بگیرن. گفتن که من رفتم ایری خواسته بودن که عکس روی حکومت امارت اسلامی که چرا خودت مفروشی، و گفتن که من به خاطر مجبوری و از این قبیل گفتن بر من کارت دادن که من رفتم در بخش حوادث وجه قسمت بر ما دو بوجی برنج دادن و گفتن برین امروی چند دانه کمپر. امیدوار هستم که جلب فروش اطفال گرفته شود و به حد توان خود هم کمک و همکاری داشته باشه. فراموش نشم من انشاءالله منتظر کمک های تک تک شما هستم تا سراغ خانواده بریم و زندگیش به تصویر بیشتر بکشیم و زندگیش واقعیت با هم یک جای ببینیم. منتظر تک تک شما هستم. بازم یادآوری میکنم تشکر از کسایی که همیشه ما را حمایت کردن. مادر گرامی ما بانوی مهربان از استرالیا سلامت باشن، همیشه وقت در برنامه کمک همکاری همراه ما سهمی داشتن. حاجی صاحب امین خیرزاد سلامت باشن از امریکا، همیشه وقت همراه ما همکاری داشتن. و همچنان مادر شهیر جان سلامت باشن که در قسمت چای اوفر کردن، در قسمت نان، در قسمت لباس، اینا همگیشون اونها همکاری دیگه داشتن، همکاری داشتن. خواهر مهربان ما به نام وجمه سلامت باشند که در اطفال پرورشگاه اینا لباس تهیه کرده بودن و در قسمت برای یک فامیل که ما در پشت صحنه تصویرش نخواستیم نشر بکنیم، خب نسبت به خواست خودشان ما برایشان اولی گرفتیم، خانه خریداری کردیم. یعنی کسایی بودن که همیشه همکاری های دوامدار داشتن. بعضی تمام دوستایی که دقیقا فعلا نام هایشان قد از اینم نیست، اما من امیدوار است من برنامه را همراهشان شریک میسازم و همراه تک تکشان. و یک نام دیگه قسم میربونه که مادر گرامی ما به نام هما بارگزای سلامت باشن. هزارمان همیشه همکاری های دوامدار دارن امرای ما و همیشه حمایت ما میکنن. و همچنان برادر مهربان ما به نام کامبیز نوری همیشه بر ما کمک میکنن و همکاری میکنن. یادآوری میکنن که نام ما را نگیرین به برنامه، فقط به نام خداوند از طرف کمک بکنین و فقط بگوین که از طرف یکم بتن ما کمک شد. از هزارمان اونا مهربان همیشه مهربانی کردن. دیگه دوستایی که همیشه در برنامه ما کمک همکاری داشتن و حمایت ما کردن، امیدوارم که در این برنامه هم لینک برنامه رو برشان مفرستن و هر چقدر که بتونیم که مایت و کمک داشته باشیم انشاءالله از وطنان رو مدریغ نخواد بکنیم. و یک نکته دیگر هم فراموش نکنین دوستان، کسایی که توانایی کمک نداره این برنامه رو شیر بکنن، در فیسبوک میتونن، تیک تاک میتونن، یا هر اپلیکیشن یا هر فرماتی که اونا دسترسی دارن، پلتفرمی که دسترسی دارن، میتونن در قسمت همکاری دوامدار داشته باشن. نجمی صاحب عزیز تشکر از احساس، تشکر از کسایی که به ما همیشه کمک میکنن، نامشان را گرفتیم. و ما قدم نخست میخواییم از همه دوستای معذرت بخواییم که من امروز با شیری آشفته و افسرده در روخ کمره حاضر شدم، چرا که باور کنین صبح ما زمانی که قضیه پخش شد در صفحات اجتماعی اولین تلاشی می بود که یک شماره یا آدرس از این فامیل را پیدا کنیم که خوشبختانه با کمک و یاری همکارای عزیز ما پیدا کردیم و زنگ زدم. واقعا خیلی ناراحت هستم. طفل فروختن، توتی جگر خود را از خود جدا کردن در این روزا خیلی فراوان شده و کاری آسان است. واقعا من از شما خواهش میکنم که تا حد و توانی که دارین به این قسم فامیلای نیازمند، مخصوصا به معلمی که گفتی خودش والی و انجینیر و دکتر تربیه کرده را کمک بکنین تا ای که مانی شوین که فرزند خود را به فروش برسانه. و نجمی صاحب عزیز من از حضور دوستا خداحافظی میکنم. انشاءالله که کمک منتظر کمک یاریتان است.
شاد خورم سر حال بمونین. خداوند یار مددگارتان. بعد برنامه بعدی در مورد فامیل که میشن ان شاء الله ما با لبهای خوشحال و با دست پر سراغ خورم. الله حافظ.